Coucou les chers amis, j'espère que vous allez super bien. Je suis très heureuse que vous ayez choisi ma chaîne pour apprendre le français. خیل خوشحالم و خوشبختم از اینکه شما کانال مهسا مرادی رو برای آموزش زبان فرانسه انتخاب کردید. امروز راجع به حروف اضافه که خیلی سوال داشتین و تو کامنت ها از من پرسیده بودین، من امروز توی این ویدیو حروف اضافه رو به طور کامل و دیگه هیچ چیزی نمیذارم از این حروف اضافه تو ذهن شما به صورت مبهم باقی بمونه. با هم دیگه میریم سراغ آموزش امروز. الاغونی و لپرپوزیسیون. لپرپوزیسیون یعنی حروف اضافه. اصلا ببینیم حروف اضافه چیا هستن. ببینید حروف اضافه یا به صورت بسیط و ساده وجود دارن در فرانسه، مثل ا، دو، پور، اوک، و یا به صورت مرکب، یعنی این حروف اضافه دو قسمتی هستن، پک سامپل او میلیو دو، پک سامپل ان فاس دو، پک سامپل پر دو، پک سامپل دپره. اینا حروف اضافه مرکب هستن، یعنی در واقع بیش از یک واژه ساخته شدن، یک واژه‌ای نیستن. خب پک سامپل il est allé chez le coiffeur. il est allé chez le coiffeur یعنی رفت سلمونی. il est allé، شما میبینید که از پس کمپوزه فعل allé استفاده کرده. il est allé chez le coiffeur، رفت سلمونی. این ش حرف اضافه است، chez le coiffeur. یا il habite près de Bordeaux. il habite پردو بردو، نزدیک شهر بردو زندگی میکنه. پردو نزدیکه و اینجا پردو حرف اضافه مرکبه. خب بریم سراغ حروف اضافه در فرانسه ببینیم اصلا چیا هستن. مهمترین حرف اضافه که شما میبینید اکسکوزموا ا و دو هست. بیشترین و مهمترین حروف اضافه که شما میبینید ا و دو هست. حالا این ا و دو میتونه در واقع حرف اضافه یا کمپلمان یک فعل باشه، کمپلمان دن ورب. پر اکسامپل جو جو دو لا گیتار یعنی من گیتار می نوازم. جو جو دو لا گیتار الان کمپلمان جو دو هست، دو لا گیتار. یا il n'a pas réussi à entrer dans cette école. il n'a pas réussi à entrer dans cette université. réussir یعنی موفق شدن و réussir à یعنی موفق شدن و میبینید که حرف اضافه فعل réussir à هست. il n'a pas réussi به صورت پس کمپوزه موفق نشد à entrer که وارد این دانشگاه بشه dans cette université. یا ce livre appartient à moi، کتاب مال منه. appartenir à یعنی تعلق داشتن به. ce livre appartient à moi، این کتاب مال منه. appartenir à، پس میبینید که توی این سه تا مثال این افعالی که براتون در واقع آوردم به عنوان مثال، اولی حرف اضافه دو داشت jouer de la guitare و دوتای بعدی réussir à موفق شدن برای کاری و appartenir à تعلق داشتن به. ce livre appartient à moi، این کتاب مال منه. خب حالا این ا و دو میتونن کمپلمان در ادجکتیو باشن، یعنی متمم یک صفت باشن، حتما نباید که با فعل بیان. این حرف اضافه میتونه متمم صفت باشه. par exemple nous sommes contents de notre travail. nous sommes contents de notre travail، از کارمون راضی هستیم. nous sommes contents de notre travail، alors content صفت. یا اینکه cet article est intéressant à lire. cet article est intéressant à lire، این مقاله خوندنش جالبه، بخون. intéressant à lire یعنی در واقع این حرف اضافه ا متمم یا کمپلمان انترسون که صفته شد. خب یه نکته بهتون بگم اینجا که خیلی میپرسن دانشجوها. ببینید در واقع ما بعد از
این صفات. این صفات رو دقت کنید. فسیل، اوتیل، نسسر، پوسیبل، اگرابل، امیزان، انترسان، امپورتان که الان بهتون گفتم. خب، سمپل، پراتیک. شما اگر ما بیایم در واقع این رو با یک ساختار غیر شخصی استفاده کنیم، این صفاتو، یعنی بگیم ایل نسسر، یعنی بگیم ایل امپورتان، یعنی بگیم ایل انترسان، یعنی بگیم ایل تگرابل، یعنی بگیم ایل پوسیبل، اون وقت باید حرف اضافه ا بذاریم. به این دو تا مثال دقت کنید. سو لیور ا فاسیل ا لیر. سو لیور ا فاسیل ا لیر. یعنی این کتاب خوندنش راحته. من اینجا سوژه دارم. به صورت ساختار غیر شخصی ایله بیان نکردم. سو لیور ا فاسیل ا لیر. این کتاب خوندنش آسونه. حالا اگر به صورت ساختار امپرسونل ایله استفاده کنم، یعنی بگم ایله فسیل، اون وقت دیگه نمیتونم از حرف اضافی ا استفاده کنم، باید بگم ایله فسیل، ایله فسیل دو لیر سو لیور. ایله فسیل دو لیر سو لیور. ساده است خوندن این کتاب. این دوتا جمله یک معنی میدن، اما تو اولی، چون من سوژه دارم، در واقع کتاب سوژمه، فاعلمه، از حرف اضافه ا استفاده کردم. سولیور ا فاسیل ا لیر. و توی مثال دوم چون سوژمون امپرسونله و ساختار غیر شخصی استفاده کردم، ایل فاسیل، من به من حرف اضافه دو استفاده میکنم. ایل فاسیل دو لیر سولیور. این نکته رو خیلی در مکالمه کاربرد داره، به ذهنتون بسپارین. یعنی این صفاتی که به شما میگم، صفات چیا بودن؟ فسیل یعنی ساده، اوتیل یعنی مفید، نسسر یعنی لازم، پوسیبل یعنی ممکن، اگرابل یعنی جذاب، قشنگ. خدمتتون عرض کنم که امیزان، امپورتان، انترسان، سمپل، پراتیک. خب اینا اگر به صورت ساختار غیر شخصی بیان بشن، یعنی ایله بگیم، ایله فسیل، ایله انترسان، شما باید اون بر حرف اضافه ا بذارید. ایله فسیل ا اوبتونیر سو ویزا. گرفتن ویزا خیلی راحته. خب ایله فسیل دوبتونیر لو ویزا پور سو پی. برای این کشور ویزا گرفتن راحت. خب دو، و حالا حرف اضافه دو. دو میتونه کمپلمان یک ادورب باشه. شما دارین توی فرانسه کمبیان د تودیان یتیل دون لکلاس. کمبیان د تودیان، این دو حرف اضافه است و متمم ادورب کمبیانه. کمبیان د تودیان یتیل دون لکلاس. کمبیان دابیتون یتیل دون ست ویل. چه تعداد ساکن این شهر هستن؟ و میبینید که این دو متمم کمبیان هست و کمبیان قیده. حالا میتونه متمم اسم هم باشه. در واقع این حرف اضافه ا معمولا پرپوزیسیون دو بیشتر و کمتر پرپوزیسیون ا کمپلمان دو نو هست، یعنی متمم اسم. این هم خیلی بچه ها و دانشجو سوال میپرسن، من همینجا توی این ویدیو به صورت واضح براتون توضیح میدم که باید چیکار کنیم. پس متمم اسم هست بیشتر دو و کمتر اه. خب این سال دو سینما، سالن سینما. ببین نباید بگید این سال دو سینما، این سال دو سینما متمم اسمه، یعنی با هم تشکیل یک اسم مرکب میدن، ستنام کمپوزه. خب به این دلیل ما میگیم دو سینما. اینو دانشجوها خیلی میپرسن تو کامنت ها، توی کلاس ها از من خیلی میپرسن، من همینجا براتون توضیح میدم. پس دقت کنید، این سال دو سینما یعنی سالن سینما. انکور دو فرانسه، کلاس فرانسه. انکور دو جیمناستیک، کلاس جیمناستیک. لسانس دنمو، مفهوم یک کلمه، مفهوم یک کلمه. لسانس دنمو.
La lumière de la lune. La lumière de la lune. در واقع روشنایی ما. خب چرا ما توی این دوتا مثال اختیکل مو و اختیکل لون رو بردیم؟ به دلیل اینکه ما اینا توضیح کلمه سانسه. خب لو سانس دن مو یعنی توضیح یک کلمه. یا لا لومیر دو لا لون و لون اینجا مشخصه ما روشنایی خورشید. لو تام دو لیر وقت مطالعه. لو تام دو لیر یک کلمه مرکبه. لار دو ویور. لار دو ویور یعنی هنر زندگی کردن. لا پورت دو دریر. لا پورت دو دریر در پشتی در عقبی. لی ژان دیسی مردم اینجا. لی ژان دیسی و گفتیم که کمتر حرف اضافه ا و بیشتر حرف اضافه دو داریم ما. خب حالا تفاوته این تس ا کفه با اون تس دو کفه چیه؟ گفتیم ما برای در واقع متمم یک اس میتونیم هم از ا استفاده کنیم که به صورت کمتر استفاده میشه و هم از دو. ببینیم وقتی میگیم این تس ا کفه یعنی فنجان قهوه خوری. این تاس پور بوار لو کافه یعنی فنجانی که استفاده میشه برای نوشیدن قهوه. اما وقتی میگیم این تاس دو کافه، این تاس دو کافه یعنی پلن دو کافه، یعنی این تاس پلن دو کافه یعنی یک فنجان پر از قهوه، یعنی لب تا لب لبالب این فنجان پر از قهوه است. این تاس دو کافه. پس دقت کنید با هم قاطی نکنید. نو کنفوند پا. این تاس دو کافه، ستادیر اون تاس پلن دو کافه او این تاس ا کافه. این تاس پور بوار لو کافه. این دوتا رو با هم دیگه اشتباه نگیرید. خب پرپوزیسیون دو معمولاً برای مالکیت استفاده میشه، برای کانتیته یا مقدار استفاده میشه و برای موضوع یا اندازه. خب لو لیو دو جولیان، کتاب جولیان. الان ما اینجا پوسسیون رو بیان کردیم یا مالکیت رو بیان کردیم با حرف اضافه دو. دو وکانس دو تخوا سومن. دو وکانس دو تخوا سومن، تعطیلات سه هفته ای. ما اینجا کانتیته رو بیان کردیم، یعنی میزان این تعطیلات چقدره؟ سه هفته. یا ان کیلو دو سوکر موزیو رو بیان کردیم، یعنی اندازه. ان کیلو دو سوکر یک کیلو شکر. و ان رومان دو 500 پاژ. ان رومان دو 500 پاژ یک رمان 500 صفحه‌ای. در واقع موزیو یا اندازه این رمان رو مشخص کردیم. خب حالا بریم سراغ پرپوزیسیون ا که بهتون گفتم کمپلمان نوم هست. این سالمانجه، به این مثال ها دقت کنید. این سالمانجه سالن غذاخوری، اینم یه اسم مرکبه و در واقع ا مانجه متمم سال هست. ولی خب این ساختار رو باید حفظ کنید. ما نمیگیم این سال دو مانجه سالن غذاخوری، اینم متممه دیگه، اینا رو باید حفظ کنید. گفتیم بیشتر دو مثالی که براتون زدم، پایسامپل لا سال دو سینما، ان کور دو فرانسه، ان کور دو ژیمناستیک، لی ژون دان مو، لا لومیر دو لا لون، لو تام دو لیر، لا پورت دو دریر، لی ژون دیسی، لار دو ویو. حالا بریم سراغ حرف اضافه ا. مثلا موجه ان کوتو ا پام یعنی چاقوی نونبری. ان کوتو ا پام. دی پاونا دی پاتان اولت. دی پاتان اولت یعنی اسکیت. دی پاتان اولت. ام باتو ا موتور، قایق موتوری. ام باتو ا موتور. این ماشین اکریر، این ماشین اکریر ماشین تحریر. و این گلاس ا لا وانی. این گلاس ا لا وانی یعنی بستنی وانیلی. اینا رو هم حفظ کنید. خب کاربردهای دیگه ای که حرف اضافه ا و دو داره میتونه برای مکان استفاده بشه. ا لا مزون توی خونه، على تلویزیون توی تلویزیون. یعنی این پرپوزیسیون لولیو یا مکان رو بیان میکنه. میتونه زمان رو بیان کنه. لوتان امیدی پکسامپل
à 100 km à l'heure, در ساعت 100 کیلومتر. میتونه معین یا وسیله رو بیان کنه. ا بیسیکلت، با دوچرخه، ا پیه، با پای پیاده. و میتونه منیق یا چگونگی و شیوه و روش رو بیان کنه. اوابس، با صدای آهسته. ا توت ویتس، با تمام سرعت. خب این ساختارا بچه ها حفظی هن. یعنی شما باید حفظشون کنید. درسته بعضی وقتا با دو هم معنی میده و همون معنی رو تو فارسی میده، اما فقط با ا استفاده میشه و شما باید حفظ کنید. حالا پرپوزیسیون دو میتونه کوز رو بیان کنه، یعنی دلیل رو. ترامبله دو پور، ترسیدن از، لرزیدن از ترس. ترامبله دو پور یا تومبه دو سومی، تومبه دو سومی، افتادن از اینکه آدم از خواب بیفته، اینقدر خوابش بیاد که بیفته. میتونه منیق یا شیوه رو بیان کنه. گفتیم که پغله دون وا بس، یعنی صحبت کردن با صدای آروم. و موضوع رو میتونه بیان کنه. مگریغ دو تروا کیلو، 3 کیلو لاغر شدن. مگریغ دو تروا کیلو. روکوله دن متر، روکوله دن متر، 1 متر عقب نشینی کردن. خب بریم سراغ لنوم جیوگرافیک ببینیم چه حروف اضافه ای میگیرن. اسامی کشورها یا مؤنثن یا مذکر. چجوری میشه فهمید که یک کشور مؤنثه؟ شما کشور رو بنویسید. اگر به او خط شده بود اون کشور مؤنثه. فار اگزامپل لا فرانس و بعد آرتیکل لا میگیره. فار اگزامپل لا بلژیک. و اگر ساختار نوشتاری اون کشور دیگه حرف صدادار او رو نداشت، ممکنه وایل داشته باشه، لو کانادا، اما این مذکره. ما فقط وایل او رو در نظر میگیریم. این کشور مذکره، لو کانادا. حالا ما برای اسامی کشورهای مؤنث آن استفاده میکنیم. فار اگزامپل ژو وی آن فرانس، ژابیت آن فرانس، من در فرانسه زندگی میکنم. ژو تراوای آن بلژیک، من در بلژیک کار میکنم. اگر کشورتون مذکر باشه، او ژابیت او کانادا، ژو تراوای او کانادا، ژو سوی او کانادا، من تو کانادا هستم. خب این یه نکته. حرف اضافه تمام شهرها هم ای، فار اگزامپل ا نیویورک، ا تهران، ا اصفهان، ا شیراز، ا مونترال، ا پاری. حرف اضافه تمام شهرها ای. و لنوم دو ویل نون پا دختیکل، میدونید که شهرها اختیکل ندارن، اما 4 تا شهر هستن که اختیک دارن. اون شهرها رو میدونید؟ لمک، لامدین، لوکر، لو آفر، بندری در شمال فرانسه. خب اختیک دارن یعنی چی؟ یعنی شما اگه بخواید بگین من به قاهره میرم، دیگه مثل من به تهران میرم نیست. ژو و اتقام، من به تهران میرم. حرف اضافه یا پرپوزیسیون ا اومد پشت شهر. اما اگه بخواید بگین من به قاهره بگم، ا پلوس لو، در واقع یک اختیکل کنتراکته داریم، یک اختیکل ادغامی داریم. میگیم ژو و اوکر، ژو و علمک، ژو و علمدین، ژو و او آور، من به آور میرم. پس این ا با لو ادغام میشه و به او تبدیل میشه، اما با لک اتفاقی نمیفته. خب این از این. حالا ببینیم دون چه معنی میده اینجا. ببینید دون یعنی که شما تو یک جایی هستین. فار اگزامپل دون لو میشیگان، ژو سوی دون لو میشیگان، من تو شهر میشیگان هستم. ژو سوی دون لو میشیگان. البته اینجا الان میشیگان چون یک منطقه است به صورت اختیک اومده. خب ژو سوی دون، پس به این ترتیب ما از دون استفاده میکنیم. ژو سوی دون لوپیتال، ژو سوی دون لوپیتال، یعنی در واقع محصور این بیمارستان، دیوار داره، یک جایی هست که من داخلشم، من توی بیمارستان هستم. بعد شما در مورد مکان ها اگر اسمتون مذکر بود دان لو استفاده میکنید. در واقع اینا رژیون هستن، یه منطقه هستن. دان لو پریگور، دان لو پیمان، توستان پیمان، توستان دان لو میشیگان، تو ایالت میشیگان، دان لو میشیگان، دان لو پریگور، دان لو پیمان. خب کدوم کشورها بودن؟ من توی ویدیوی قبلی
راجع به کشورهایی که اختیک نمی گرفتن. و نامه پا دختیک دوم سختن نم دو پی. کدوم کشورها بودن که اختیک نمی گرفتن؟ کوبا، شیپر، مدگستر و اسرائیل. یعنی اینا چجوری بسته میشن؟ اینا با ا پرپوزیسیون ا کوبا، ا شیپر، ا اسرائیل، ا شیپر، ا کوبا. خب جزیره ها چی؟ آنکورس، آنکرت، جزیره کرت که جزیره در یونانه، یا آنکورس جزیره در فرانسه است. خب ا پلوس نو پوان کردینو، شما ا رو اضافه میکنید به اضافه جهات اصلی. اونور در شمال، اونور. الوست، الوست در غرب، او سود در جنوب، و الست در شرق. خب اختیکل ها رو گفتیم که دان به اضافه اختیکل، گفتم الان به اضافه دپارتمان فرانسه یعنی استانهای فرانسه، اروندیسمان یا مناطق فرانسه. پس دان پلوس اختیکل پلوس دپارتمان فرانسه. دان لیولین، دان لکوت دامور، دان لکوت دارمور، دان لو سنکیم اروندیسمان، دان لو سنکیم اروندیسمان یعنی تو منطقه پنج. عذرخواهی میکنم، ساختمون بغل ما دارن کار بنایی انجام میدن، اگر صدایی اومد من عذرخواهی میکنم پیشا پیش قبلش از شما عزیزم. خب پس دان ایولین، چرا دان ایولین؟ به خاطر اینکه دپارتمان دو فرانسه است، این یک استان فرانسه است. دان لکوت دارمور، و در کوت دارمور دان لو سنکیم اروندیسمان، در مناطق شهری. خب دان میتونه لیو هم باشه، یعنی برای مکان استفاده بشه. دان لو سالون، توی سالون. دان لو تیروار، توی کشو. دان میتونه معنی تام رو هم بده. Je reviendrai dans 3 jours. Je reviendrai dans 3 jours. یعنی بعد از دان، اگر شما اندیکاسیون دو تام داشتین، یعنی نشانه زمانی، اون وقت میشه تا 3 روز آینده من برخواهم گشت. Je reviendrai dans 3 jours. خب ما برای فصول چی استفاده میکردیم؟ حرف اضافی او، برای پرنتان، او پرنتان، نوسوم او پرنتان، و برای بقیه فصل‌ها از آن، آنت، آنوتون، آنیور. خب دیگه آن رو برای چی استفاده می‌کنی؟ وقتی بخوایم متیر یا جنس یک چیز رو بیان کنیم. یادتونه گفته بودم که ست بگ اتون اور، ست بگ اتون، و این انگشتر جنسش از طلا، آن اور از طلا. ان ساک آن کویر، کیف از جنس چرم. ان ساک آن کویر. خب حالا بریم سراغ اوان و دوان. اوان و دوان، اوان لوکالیزاسیون دان و تام هست، یعنی برای زمانیابی استفاده میشه. لتخو و سوون ترمینه اوان لوتام، کاره بنایی قبل از پاییز تمام خواهد شد. لتخو و سوون ترمینه اوان لوتام، قبل از پاییز. دوان لوکالیزاسیون دان لسپاس هست، یعنی در خب پس اوان و دوان گفتیم. اوان یعنی لوکالیزاسیون دان لوتام، یعنی چی؟ یعنی موقعیت زمانی. ما اگر بخوایم قبل از معنی میده دیگه، یک حرف اضافه است و برای زمان استفاده میشه. پایسام لتخوا سوغون ترمینه اوان لوتام، قبل از پاییز کاره بنایی. لتخوا یعنی کاره بنایی. سوغون ترمینه تمام خواهند شد قبل از پاییز. خب حالا دوم چی؟ دوم لوکالیزاسیون دون لسپاسه، یعنی فضا و در واقع مکان رو ما داریم اینجا به چالش میکشیم. ایلیا این پولوز دوون لا مزون، ایلیا این پولوز دوون لا مزون، جلوی خونه چمن هست. ایلیا لا پولوز، ایلیا این پولوز دوون لا مزون. خب پر پوخ چی؟ چه فرقی با هم دارن؟
این دوتا حرف اضافه دیگه. پر این دوتا حرف اضافه و کوز رو بیان میکنن، یعنی دلیل رو. سه پرپوزیسیون اکسپریم لا کوز، خب دلیل رو بیان میکنه. این دوتا ایلا اته کندنه پوغول، به خاطر دزدی محکوم شد. ایلا اته کندنه، کندنه یعنی محکوم شدن، به صورت مجهول اومده. ایلا اته کندنه پوغ وول، به خاطر دزدی، یعنی دلیلش چی بود که محکوم شد؟ به خاطر دزدی. لو موزه افرمه پوغ تراوو، لو موزه افرمه پوغ تراوو، به خاطر کارهای بنایی تعطیل شده. یعنی دلیل بستن موزه، لو موزه افرمه پوغ تراوو. حالا پغ چی؟ پغ هم ممکنه در واقع کوز رو بیان کنه. ایل مئده پغ ژونتیس، به خاطر مهربونیش به من کمک کرد. پس ما بستگی داره که چجوری بخوایم استفاده کنیم. ایل مئده پوغ پغ ژونتیس، یا ایل افه سولا پغ امیتی، به خاطر دوستیش با من اینو انجام داد. ایل افه سولا پغ امیتی. خب پوغ و پوغ رو داریم. پوغ چجوریه؟ پوغ ممکنه دستیناسیون رو بیان کنه، یعنی مقصد. پاکستان میشه پر پو پری، من میرم، میدونی که حرف اضافه پختیخ پوغه، من میرم به پاریس. یا تخوایه پوغن اگزمن، میتونه بیوت رو بیان کنه، یعنی هدف رو دارم برای امتحان درس میخونم. جو تخوای پوغ من اگزمن. یا میتونه دیوره پرویو رو بیان کنه، یعنی یک مدت مشخص. Je suis là pour 8 jours. من برای 8 روز اینجا هم. Je suis là, je serai là. خواهم بود یا هستم، برای 8 روز آینده من اینجا هستم. خب entre et parmi، این دوتا حرف اضافه. Entre در واقع espace de lieu و espace de temps رو داریم، یعنی ما بخوایم یک فاصله زمانی یا مکانی رو بدیم بین دو تا چیز. For example entre 10 heures et midi، بین ساعت 10 و ظهر. یا entre les deux fenêtres il y a une grande horloge qui remue le balancier، بین دو تا پنجره یک ساعت بزرگ هست که پاندولش در حال تکان خوردن. اما parmi چی؟ parmi سپر ان المان دن گروپ، یک المان رو از یک جمله میکشه بیرون، یعنی ما فوکوس میکنیم روی یک المان جمله. پر اکسامپل پرمی وو ایلیا کلکم کی پرل لو فرانسه، بین شما کسی هست که فرانسه صحبت کنه. پرمی وو ایلیا کلکم کی پرل لو فرانسه. یا پرمی لجور دو لسمن تو پرفر کل جور، کل جور پرفر تو، پرمی لجور دو لسمن، بین روزهای هفته شما چه روزی رو ترجیح میدید؟ ببینید که ما از پرمی استفاده کردیم. پس آنتر و پرمی هر دو به معنی بینه هستند و نوانس یا اختلافهای جزئیشون رو دیدیم که چطوری استفاده میشه. حالا سیغ، ما برای مکان استفاده میکنیم، حرف اضافه است. پیستان به جکولی ان تمر سیغ لاملوب، یه تمر رو روی پاکت نامه چسبوندم. و سو، سو یعنی زیره، به همین ترتیب اینم حرف اضافه است. جمی نپخوم سول وز، یه زیر گلدونی زیر گلدون گذاشتم، متر قرار دادن گذاشتم به صورت پس کمپوزه. جمی نپخوم سول وز. خب حالا میتونیم اوتسی دو استفاده کنیم به صورت حرف اضافی مرکب، در بالای. اوتسی دو یا اودو سودو، حرف اضافی مرکب در زیره. پر اکسامپل لویون وله اوتسی دو لوسان اتلانتیک، لویون وله اوتسی دو لوسان اتلانتیک، یعنی اینکه هواپیما در بالای اقیانوس اطلس حرکت میکرد و پرواز میکرد. یا لتمپراتور دسندو au-dessous de 0 degré centigrade. La température est descendue au-dessus de 0 degré centigrade. یعنی هوا سرد شده، اومده زیر صفر. پس au-dessus de، در بالای، au-dessous de، در زیره.
و حرف اضافی شه که خیلی استفاده میشه، شه موا خونمون، شه لو دانتیست دندان پزشکی، شه لو مدسان مرتبه پزشک، شه لو کوافور سلمونی، شه لا فلوریست گل فروشی، شه لو فارماسیان داروخانه، شه لو بولانژه نانوایی. اینا خیلی استفاده میشن، حروف اضافه ای هستن که خیلی استفاده میشن. خب دیگر حروف اضافه اکوت دو هست، یعنی در کنار الزابیت اکوت دو لگر کنار ایسکا زندگی میکنه. اکوت دو یعنی کناره و یک حرف اضافه مرکبه. اومیلیو دو وسط، اومیلیو دو وسط. پر اکسامپل اومیلیو دو وسط. مون فیس نجه اومیلیو دو لپیسین. مون فیس نجه شنا میکرد وسط استخر. مون فیس نجه اومیلیو دو لپیسین. آمبادو، آمبادو یعنی در پایینه یا در زیره. میتونیم بگیم آن اودو در بالایه، در بالایه. اینا هم حرف اضافی مرکب هستن. پیسام اکریوه وطخو نو وطخو پرنو آمبادو لپج، آمبادو لپج. اسم و فامیلتون رو بالای صفحه بنویسید. اکریوه votre nom et votre prénom en bas de la page. یا این پایین mettez une signature en bas de la page. یه امضا بزنید پایین صفحه. mettez votre signature en bas de la page. پایین صفحه. پس en bas de در پایینه و en haut de یعنی در بالای. اینا هم حرف اضافه مرکب هستن. لواندو و پردو هم حرف اضافه مرکبه، یعنی دور از و نزدیک از. دور از پایساب جمو سویزاسی پره دو پورتابل، پره دو پورتابل من نزدیک موبایل نشستم. جمو سویزاسی پره دو پورتابل یا لواندو دور از. اینا هم حروف اضافه هستن که استفاده میشن، خیلی هم استفاده میشن. در واقع اوک و سان هم حروف اضافه هستند. اوک، سان، دوپوی، دریر و دووان. اینا هم حروف اضافه هستند. پکسام ایل ویندرا اپخه لودینه، بعد از شام میاد. ایل ویندرا اپخه لودینه. ایل ویندرا اوان لودینه، قبل از شام میاد. میبینید که اوان و اپخه حرف اضافه هستن. یا دووان و دریر لوشیان اته کوشه دووان لشومینه، سگ جلوی شومینه خوابیده بود. لوشیان اته کوشه دووان لشومینه. لوشیان اته کوشه دریر لواتور، لوشیان اته کوشه دریر لواتور، پشت ماشین خوابیده بود، عقب ماشین خوابیده بود. اینا هم که حرف اضافه. یا je serai absente، je serai absente dans 8 jours، من تا 8 روز آینده غایب خواهم بود، یعنی نیستم. اینم در واقع اینجا دام، چون اندیکاسیون دو تام داریم، حرف اضافه است. je serai absente dans 8 jours. حالا دوپوی هم حرف اضافه است. Je suis à Paris depuis 8 jours. من تو پاریس هستم از 8 روز پیش تا الان. یعنی depuis، از یک مدتی در قبل تا الان معنی میده. Je suis à Paris. Je suis à Paris depuis 8 jours. من از 8 روز پیش تا الان در پاریس هستم. Je suis à Paris depuis 8 jours. پس après، avant، بعد از و قبل از، اینا رو براتون توضیح دادم. دوپی از یک مدتی از قبل تا الان، دریر پشت عقب و دوام جلوی مقابله. اینو هم
حرف اضافه بسیط یا ساده هستن، یعنی مرکب نیستن. اینا حروف اضافه هستن که خیلی هم استفاده میشن. خب یه نکته به عنوان نکته آخر بهتون بگم. ببینید حرف اضافه اوک و سام که ما گفتیم اینا حروف اضافه سمپل هستن، یعنی حروف اضافه ساده هستن، در زبان محاوره میتونن قید باشن. یعنی چطوری؟ ببینید وقتی که تنهایی استفاده بشن، وقتی تنهایی استفاده بشن دون لونگ فامیلیر اغلب ادورب بن، یعنی قیده. جادور لشیان، من سگا رو دوست دارم. جادور لشیان. Je ne pourrais pas vivre sans. Je ne pourrais pas vivre sans. نمیتونم زندگی کنم بدون. خب ببینید الان سان تنها اومده. بدون سگ ها ما نگفتیم. اینجا ادوربه. دیگه حرف اضافه نیست. درسته فونکسیون یا همون ذات سان حرف اضافه است. اما اینجا اگر نقشش رو در زبان فامیلی قشنگ بپرسن فونکسیونش ادوربه. یعنی قیده. میشده بدون سگ ها استفاده. خب یا اینکه ستم بون کوتو، ستم بون کوتو یک چاقوی خوبیه. اون کوپ تو اوک، اون تو کوپ اوک، همه چی رو باش میبریم. ببین اوک تنها اومده، باید میبود چی؟ اوک سکوتو با این چاقو. پس اینجا هم ادوربه. پس سان اوک دون لانگ فامیلیر son temploye son souvent temploye comme adverbe، معمولا به شکل قید استفاده میشه. خب مرسی بکو دو مواه سویوی جسک لفن دو ست ویدیو. توی این ویدیو تمامی حروف اضافه رو من برای شما در واقع با جملات براتون استفاده کردم. این حروف اضافه که گفتیم به صورت سمپل یا کمپوزه هستن با مثال های متنوع، و گفتیم که اینا رو باید شما حفظ کنید و ساختاراشون رو حفظ کنید. خب دوستان با لایک و کامنت حمایت کنید از پیج، و لینک کانال رو اگر امکان داره در کانال های خانوادگیتون به اشتراک بذارید. مرسی بکو دو مواق سویوی جوز گرفن دو ست ویدیو. اواق لسانس خوشن، اواق لپلوس. مرسی بکو، اواق.